با یک ویدیوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. خیرالله امیری هم دوره و رقیب تختی درگذشت. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. خیرالله امیری که پس از 10 روز بستری شدن در بیمارستان توانسته بود از بیماری کرونا عبور کند، ساعتی قبل بر اثر ایست قلبی درگذشت. خیرالله امیری پیشکسوت کشتی ایران و رقیب و هم دوره جهان پهلوان غلامرضا تختی که برابر او تمرین و مبارزه کرده بود، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری بود و پس از 10 روز توانست این بیماری را پشت سر بگذارد. اما در حالی که وضعیت او رو به بهبودی بود، دقایق قبل بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. خیرالله امیری 87 ساله دوستی نزدیکی با جهان پهلوان تختی داشت و از جدیترین رقبای او در میدان مبارزه بود. او در دوران نوجوانی فعالیت جدی خود در کشتی را زیر نظر مرحوم حبیب الله بلور در سالن دارالفنون آغاز کرد. اما چند وقت پیش آقای خیرالله امیری روایتی داشتن از دوست صمیمیشون جهان پهلوان تختی که در ادامه ویدیو میپردازیم به صحبت‌هایی که آقای امیری در زمانی که در قید حیات بودن در مورد دوست صمیمیشون آقای تختی گفته بودن. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه بشید. آقای امیری زمانی که در قید حیات بودن در این مصاحبه این چنین گفتن: زمانی که جوان بودم کشتی رو از شهر ری شروع کردم. وقتی بچه بودم دیدم در محل همه میگویند ما ورزشکاریم و زورخانه میروند. من هم با بچه محل ها رفتم زورخانه و دیدم آنجا با عشق نام علی رو میبرند. چند سال میرفتم و مینشستم آنها رو نگاه میکردم. پس از چند وقت دوستی داشتم به نام ناصر محمدی که قهرمان کشتی بود و به من گفت باشگاه کشتی باز کردم و بیا اینجا تمرین کن. من گفتم بلد نیستم، اما او گفت بیا یاد میگیری. یه سال در آن باشگاه تمرین کردم و پس از آن همراه با محمدی یک روز به تهران آمدیم و به سالن دارالفنون رفتیم. اون ابتدا مربیان به من گفتن با آن جوانی که گوشه سالن ایستاده برو تمرین کن. من هم رفتم. زورم زیاد بود اما نتوانستم آن جوان را بزنم. نیم ساعت با هم تمرین کردیم و پس از آن گفتم که خسته شدم. سپس پیش مربی باشگاه رفتم و او هم گفت آفرین، خوب تمرین کردی. من هم پرسیدم این جوانی که با من کشتی گرفت کی بود؟ مربی باشگاه گفت نشناختی؟ او تختی بود. پس از آن به من اجازه دادند هفته‌ای 3 جلسه به دارالفنون بروم و زیر نظر حبیب الله بلور تمرین کنم. 2 سال بعد هم به تیم ملی دعوت شدم و همینطور راه را ادامه دادم. من در وزن 6 و 7 بودم و تختی هم در همین وزنها کشتی می گرفت. من در دارالفنون اولین کشتی خودم را با تختی گرفتم و با اختلاف زیاد از او شکست خوردم. پس از آن خیلی تمرین کردم تا اینکه چند دوره قهرمان کشور رو به تیم ملی فرنگی و آزاد دعوت شدم و به همراه تختی به مسابقات قهرمانی جهان رفتم. در آن زمان کشتی خیلی سخت بود و باید فعالیت زیادی می کردیم. الان کشتی خیلی بهتر و راحت تر شده. من در آن زمان کشتی فرنگی هم کار می کردم. یک بار مسئولان فدراسیون به من گفتن برای انتخاب تیم ملی باید با تختی کشتی بگیری. من هم گفتم من انتخاب تیم ملی اول شدم و چرا باید یه بار دیگه با تختی کشتی بگیرم؟ حبیب الله بلور سرمربی وقت تیم ملی و رئیس فدراسیون کشتی من رو به تربیت بدنی دعوت کردند و گفتند تو به تیم ملی دعوت شدی، فقط باید کشتی بگیری تا ما بلیت بفروشیم. گفتند اگر نیایی ما تو رو به مسابقات جهانی نمیبریم. وقتی به مسابقات انتخابی رفتم دیدم باید با 5 نفر کشتی بگیرم. آن زمان در دانشکده افسری سالنی وجود داشت و من 3 کشتی آنجا گرفتم و پس از آن به سالن 7 تیر آمدم تا ادامه مسابقات را در این سالن انجام دهم. کشتی بعد خودم را هم با شهاب ایران دوست برگزار کردم. 15 دقیقه با ایران دوست کشتی گرفتم و خیلی خسته شده بودم.
پس از آنکه آن مسابقه رو هم پیروز شدم به من گفتند باید 5 دقیقه دیگر با تختی کشتی بگیری. من هم مجبور شدم صورت خودم رو خوش کنم و به روی تشک برگردم. تختی خیلی آدم خوبی بود و به من میگفت امیری با من کشتی نگیر، کشتی تو خوب است. در هر صورت با هم کشتی گرفتیم و تختی همان اول از من 1 امتیاز گرفت. بعد از آن کلی با هم سر و کله زدیم تا اینکه در نهایت تختی با همان 1 امتیاز من را شکست داد. یک بار به تختی گفتم خیلی تمرین کردم و زحمت زیادی کشیدم، میخوام با تو کشتی بگیرم تا نتیجه تمریناتم رو بگیرم. چند نفر در آن جلسه نشسته بودن که تختی به من گفت آقای امیری حرف کشتی را نزن، کشتی فقط روی تشک است و یا تو پیروز میشوی یا من، از الان به بعد بیا با هم رفیق باشیم. من هم گفتم چشم. به هم دست دادیم و روی هم را بوسیدیم. از آن به بعد شدیم رفیق. مرحوم تختی 1 ماشین بنز داشت و با هم سوار می شدیم و به شیراز و اصفهان و شهرهای دیگر می رفتیم. تختی واقعا رفیق خوب و مثل برادرم بود. ما همه قهرمانان آن زمان تختی را دوست داشتیم، اما تختی یک جمال خاصی داشت که نمی شد دست او را رد کرد. ما هر زمانی که مسافرت می رفتیم مردم با دیدن تختی هر کجا که می رفتیم از ما پول می گرفتند. با وجود اینکه آن زمان وضع مالی مردم بد بود، اما باز هم آنقدر تختی را دوست داشتند و به هیچ وجه از ما پول نمی گرفتند. اینها همه برای اخلاق و رفتار تختی بود. او آنقدر اخلاقش خوب بود که هیچ وقت کسی از دستش ناراحت نمی شد. در اردوهایی که ما در تیم ملی شرکت می کردیم تأکید می کرد که به هیچ وجه به کشتیگیران شهرستانی چیزی نگوییم چون آنها ناراحت می شوند. تختی فقط خنده به لب داشت و با همه شوخی می کرد. اخلاق جهان پهلوان تختی بی اندازه خوب بود. جهان پهلوان تختی چند وقت قبل از ازدواجش به من گفت خواهر و مادرم چادری هستند و باید همسری پیدا کنم که چادری باشد و با آنها بسازد. وقتی ما از مسابقات برمیگشتیم هر روز یک جا ما را دعوت میکردند. تختی هم در یکی از این مهمانی ها دختری را دید و قرار شد با او ازدواج کند. یک روز هم به ما خبر داد که عروسیش است و از ما هم دعوت کرد تا به عروسیش برویم. ما هم جمع شدیم و عروسی جهان پهلوان تختی رفتیم. وقتی وضعیت خانواده عروس را دیدم همانجا گفتم خدا به داد تختی برسد، اینها به درد تختی نمی خورند. پس از چند وقت که پسر تختی 4 ماهش بود متاسفانه این اتفاق تلخ افتاد و جهان پهلوان تختی در واقع فوت. پس از آن هم همسر تختی هیچگاه حرفی در مورد اختلافش با تختی نزد و هیچ چیز نگفت. دوستان عزیز، لطفاً این ویدیو را در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان و فارسی زبانان مقیم آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و سایر کشورهای اروپایی لطفاً شیر کنید. و لطفاً نظراتتون رو برامون در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. با تشکر از همراهی همیشگیتون شب و روزتون خوش.